که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو. حتی شده یک نفری روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیئت هاست گره یه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه بابل هوایج، بابل هوایج برای فاطمه صدا ما شناس، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونه باده دست نکشم، از راه حرم اومدم یه وقت خامو پس نکشم. انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه. دست خالیم و وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج، باب الهوائج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وحبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. حلال جميع مشكلات حسين، شوينده لوح سيئات حسين. ای شیعه تو را چه غمز توفان بلا، جایی که سفینه تو نجات است حسین. یکی از واجبات و بلکه واجبترین واجبات معرفت است نسبت به مقام امامت و ولایت. معرفت الامام، شناخت امام، از واجبترین واجبات است. حدیثی که شیعه و سنی متواتر نقل کردند از وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه،
کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده، یعنی مرگ شرک و کفر و بت‌پرستی. امام شناسی واجب است. احادیث متعددی در این رابطه رسیده. از امام صادق علیه السلام، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه، در کتاب علل الشرایع در باب علت و خلق الخلق، باب علت خلقت، خدا برای چی خلق را آفریده، یه بابی است، احادیث متعددی. یکی از روایاتش امام صادق علیه السلام فرمود خرج الحسین ابن علی علی اصحابه، آقا امام حسین علیه السلام وارد شدن بر اصحابشون و مطلبی خطبه خوندند، فرمایشاتی فرمود امام حسین علیه السلام: ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوه. این حدیث انقدر حدیث مفصلی است، انقدر حدیث مهمی است که جا دارد ده ها مجلس حول شرح این حدیث شریف سخن گفت، لکن من مقدمتا فقط عبارت رد میشم بدون توضیح. فرمود امام حسین: خدا بندگان رو خلق نکرد الا اینکه او رو بشناسند، معرفت الله. فاذا عرفوه عبدوه، زمانی که شناختند خدا رو عبادتش هم میکنند، بندگی میکنند. فاذا عبدوه استغنوا به عبادتهی عن عبادت من سواه، زمانی که خدا رو بندگی کردند از بندگی غیر خدا بی نیاز می شوند. فقال له رجل یا ابن رسول الله به ابی انت و امی فما معرفت الله. یه شخصی بلند شد عرضه داشت: پسر پیغمبر، پدر و مادرم فدای شما، معرفت الله چیه؟ معرفت الله چیست که خدا خلق کرده تا او رو بشناسیم؟ این معرفت خدا چیست؟ فقال علیه السلام، امام حسین فرمود: معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته. معرفت هر زمانی، اهل هر زمانی، امام زمانشون رو بشناسند، اون امامی که اطاعتش بر مردم، بر اونها واجبه. معرفت الامام معرفت الله هست. به دو معنا بزرگان فرمود، یه معنا اینه که شما امام رو که بشناسی، امام خدا رو بر تو معرفی میکنه، خدایی که اوصافش، توحیدش، بنا عرف الله، بنا عبد الله، بنا وحد الله. فرمود خدا به واسطه ما شناخته می شود، خدا به واسطه ما به یگانگی شناخته می شود، خدا به واسطه ما عبادت و بندگی می شود. این حضرات معصومین که حجج الهیند، خلفاء الهیند، نماینده حق تعالی هستند، آیات الهیند، خدا رو به بقیه معرفی می کند. خداشناسی رو باید بیاییم در خانه این حضرات یاد بگیریم. الحمدلله الذی لا یبلغ من مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون. بریم نهج البلاغه بخوانیم امیر المؤمنین چگونه خدا رو معرفی می کند. والله اگر یکی از این خطبه ها، نه یه هزارمش را
دیگران مدعیان دیگر گفته باشند، خدایی دیگران معرفی کردند به تعبیر امام باقر، یعبد و هاکذا زلالن در گمراهی، خدایی که اونها به ما میگن مشرک، اما خدای اونها شبای جمعه سوار بر الاغش بشه بیاد روی زمین، اون خدای اینهاست. خدای ما چه اوصافی دارد بشناسیم، امام رو که شناختیم خدا رو بر تو معرفی میکند. نهج البلاغه بخوانید، توحید شیخ صدوق رو بخوانید، توحید کافی شریف رو بخوانید، توحید مفضل بخوانید. بنا عرف الله یه معناش، یه معنا این که خود امام رو که بشناسی ما دستمون به خدا نمیرسه، اما افعال خدا از آیات خدا شناخته می شود. اهل بیت آیات الهی هست، اینا رو شناختی خدا رو شناختی. خب گذر کنم در این رابطه، در زیارت شریفه عاشورا یه عبارتی است، در فرازی می خوانیم، فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم، از خدا میخواهیم که ما رو گرامی بدارد، اکرام کند، منت بگذارد به معرفت شما اهل بیت و معرفت اولیائتون، اولیائتون هم بشناسی. زیارت اصحاب شهدای کربلا، السلام علیکم یا اولیاء الله، همون گونه که لازم است ما نسبت به مقام محمد و آل محمد علیهم الصلاة والسلام و ائمه معصومین معرفت پیدا کنیم، لازم است نسبت به اولیاءشون هم معرفت پیدا کنیم، اولیاءشون رو بشناسیم. شهدای کربلا از اولیاء الهی و اولیاء ائمه اطهارند، لازم است بشناسیم اینها رو، چه مقامی دارند، چه عظمتی و چه جایگاهی دارند اصحاب سید الشهدا. چرا بشناسیم؟ تا بتوانیم اولا اینها باب معرفت الامامند، اگر اصحاب رو شناختیم این اصحاب امام رو بر ما معرفی میکنند، میتونیم امام رو از ناحیه شهدا و اصحاب بشناسیم. دوم به خاطر اینکه اینا بهترین الگو هستند، پیغمبر صلی الله علیه و آله از قبل خبر دادن کسانی با حسینم به شهادت میرسند هم سادات شهداء امتی، آقایان شهداء امت من هستند، آقایان شهداء امت من هستند. فرمود اونها حسینم به شهادت میرسد، فی عصبتن نجوم هم نجوم و سما. پیغمبر فرمود اصحاب حسین ستاره های آسمان هستند. پیغمبر تعبیر و تشبیه فرمودند شهدای کربلا را، اصحاب امام حسین را به ستاره های آسمان. چه وجهی دارد ستاره آسمان با اصحاب امام حسین؟ بزرگان نزدیک 10 وجه بیان کردند، یکیش سرعت سیر ستاره، با سرعت می رود. اصحاب امام حسین سرعت سیر یک شبه، نه یک لحظه، گاهی ره 100 ساله، نه ره 1000 ساله، نه راه بی نهایت را طی کردند. دوم اینها ستاره دست نیافتنی است، خیلی بالاست،
اصحاب امام حسین در اوج عظمت و مقامند، که امیر المؤمنین تعبیر فرمودند وقتی رسیدند کربلا، در رفت به صفین گذرشون افتاد به کربلا، امیر المؤمنین فرمود اینجا حسینم به شهادت میرسد، کسانی اینجا با حسینم به شهادت میرسند، عشاق شهدا لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من اتا بعدهم، نه از گذشتگان کسی بر اونها سبقت گرفته، نه از آیندگان کسی به پای اینها خواهد رسید. ستاره در دست نیافتنی است. انا زینا السماء بزینة الکواکب، ستاره ها زینت آسمان ها هستند، زینت آسمان ولایت حسین، اصحاب کربلا، شهدای کربلا. احوالاتشون رو بخونید، نهایت زیبایی است. زود رد میشم، وقت میگذره، و الا در همه اینها سخن بسیار است. یکیش ستاره وسیله راهنمایی است. اون زمان ها در بیابان یا در دریا، کشتی ها در دریا راه رو میخواستند پیدا کنند یا راه رو گم میکردند، به واسطه ستاره ها راه رو پیدا میکردند. بخواید راه رو پیدا کنید و نجات پیدا کنید، الگو بگیرید از اصحاب امام حسین. لذا میگیم و انتم لنا فرتون و نحن لکم تبع، ما تابع شماییم. ما بخوایم از اصحاب امام زمان باشیم، باید الگو بگیریم از اصحاب الحسین سلام الله علیه. اینا وسیله هدایت ما هستند به سوی امامت و امام معصوم. اسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفت اولیائكم. سعید ابن عبدالله حنفی از شهدای کربلاست، اومد مقابل امام حسین صلوات الله علیه. انگام اذان نماز ظهر شد، امام حسین خواستند اون نماز خوف رو به جا بیارند. اینها لشکر دشمن اینقدر نامردند، پستند، که امام داره میخواد نماز بخواند، اومدن تیرباران میکنند. عده اصحاب اومدن جلو حضرت، سینه خود رو سپر کردند. یکی از اونها همین سعید ابن عبدالله هست. نماز امام حسین تمام شد، این سعید ابن عبدالله هم افتاد روی زمین. هر تیری آمد خودش رو سپر کرد، به جان خرید تا تیری به حجت خدا اصابت نکنه، افتاد روی زمین. امام بغلش کردند، اومدن در بر سر بالینش، صدا زد، یه نگاه کرد، آقا هل وفیت، آیا وفا کردم؟ امام دعاش کردن. ستاره های آسمان از خودشون نور ندارند، نور از خورشید میگیرند و به ما نشان میدن. اصحاب امام حسین نور حسین ابن علی رو گرفتند، به ما نور افکنی میکنند. مطالبی است ان شاء الله جلسه بعد عرض خواهم کرد. لشکر دشمن در نهایت پستی اند. هیچ جای عالم کسی سراغ ندارد در جنگی، حتی کفار و جبران عالم نسبت به یک بچه شیرخواره در جنگ بخواهند اقدامی کنند. ما کاری با بچه ها نداریم، ما کاری با زنان نداریم، اما دشمنان اهل بیت کسانی هستند که حتی با یک شیرخواره هم رحم نکردند. کجای عالم سراغ دارید؟ کجای عالم سراغ دارید کسی
به یه شیرخواره جسارت کند. دشمنان اهل بیت در اوج رذالت و پستی‌اند. نتیجه سقیفه این شد مدینه مادر سادات یک خانم باردار دختر پیغمبر رو کشتند، محسنش رو سقط کردند. کربلا هم از اولاد همونها، از تربیت یافتگان همونها یک طفل شیرخواره شش ماهه رو رحم نکردند با تیر سه شعبه. تو مصائب کربلا از سخت‌ترین مصائب مصیبت علی اصغر طفل رضیع است. اونقدر این مصیبت سخته، یک خود امام حسین علیه السلام آرزو کردند شیعیان کاش شما بودید میدیدید. حضرت سکینه فرمود صبح یازدهم روز یازدهم که ما رو گذر دادن بر گودال قتلگاه، چشمم افتاد به بدن قطعه قطعه پدرم حسین، دیدم صدایی آمد از حلقوم بریده پدرم، شیعتی شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم به شهید او غریب فندبونی. سکین جان سلام منو به شیعیانم برسان، به آنها بگو هرگاه آب گوارا نوشیدید به یاد لب تشنه من حسین باشید، منو یادم کنید. هرگاه شهید و غریبی رو دیدید برای من گریه و ندبه کنید. یه عبارت این فرمود لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کاش بودید روز عاشورا میدیدید چگونه من برای طفل شیرخوارم طلب آب کردم اما ابا کردن از این که رحم کنند. کاش بودید و میدیدید. خیلی مصیبت سختی است و تنها مصیبتی است که در کربلا پیام تسلیتی از ناحیه حق تعالی رسید تا اون تیر سه شعبه به حلقوم علی اصغر اصابت کرد که از فزوب حتف من الاذن الى الاذن، از گوش تا گوش علی پاره شد. این تیر رها شد، اول جلوی علی اصغر رو پاره کرد، اصابت کرد به سینه امام حسین. یه وقت احساس سوزش کرد امام حسین، نگاه کرد دید علی داره دست و پا میزند. اینجا عرضه داشت خون علی اصغر امام حسین گرفت به آسمان پاشید، عرضه داشت خدایا ببین با من چه کرد. شکایت به خدا کرد. تنها جایی که کربلا پیام تسلیت از خدا آمد اینجا بود. ندا رسید از عالم بالا دعه یا حسین، رهایش کن یا حسین، فان له مرضعا فی الجنه، ما برای این چف در بهش مرضعی شیر دهندهی قرار دادیم. صبرا لک یا ابا عبدالله، صبر کن یا حسین. اما ابی عبدالله چنین مصیبتی دیده، طفل علی اصغر این طفل رو در زیر عبا گرفت، اومد برگرده پشت خیمه ها. خدا لعنت کنه حرمله رو. مختار وقتی حرمله رو گرفت گفت تا حالا شد یه جای کربلا دلت برا حسین بسوزد؟ گفت یه جا دلم سوخت، اونم وقتی بود حسین میخواست برگردد. نگاه کردید مادر علی اصغر کنار خیمه منتظر است، دیدم ابا عبدالله یه قدم میاد یه قدم برمیگرده، با چه روی برگردد؟ اینجا دلم سوخت برای حسین ابن علی. دیدم حسین راه رو کج کرد، رفت پشت خیمه، با شمشیر یه قبر کوچکی کرد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ألا لعنة الله على القوم الظالمين
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. إلهي بدم المظلوم عجل لوليك الفرج. مادرت میاد تو روز دم میگیره که دل سینه زناتو غم میگیره. به خدا راست میگم این یه حرفا روزه که تموم میشه دلم میگیره. روزه که تموم میشه دلم میگیره. کجا برم حسین آخه عشقی منو را نمیده. کجا برم حسین هیچ کسی به من بها نمیده. کجا برم حسین جایی جز روزه تو ندارم. کجا برم حسین تو اگه نباشی کم میارم. کجا برم حسین کجا برم کجا برم کجا برم حسین ای مهربونم دردت بجونم. حسین 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 میشه تو روزت پیشت بمونم. میشه تو روزت تو رو میشناسم ای ارباب دو عالم. منو میشناسی گدای سر سالم. حالا روزم این روزا خرابه اما اگه کربلا بیام خوب میشه حالم. اگه کربلا بیام خوب میشه حالم. حسین یه حرم دوباره قسمت کن. ترگ دلم حسین خب با خونواده دعوت کن. ترگ دلم حسین راست میگم آقا من از این زندگی سیر سیرم. ترگ دلم حسین اگه کربلا نیام میمیرم. ترگ دلم یه دلم ای دل پذیرم ای منم میرم. حسین 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 میشه بیام و پیشم بمیرم. میشه بیام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مظلوم رحمة الله وبركاته. سپاه را چقدر سیر کرد آب فرات. چه زود این همه تغییر کرد آب فرات. چه کرد با جگر تشنه ها نمیدانم. رباب را که زمین گیر کرد آب فرات. حسین را چقدر در حرم خجالت داد.
همان دو لحظه که تأخیر کرد آب فرات. عجب حرفی زد شاعر با فرات، فرات همان که همان که آب رویت را ز گریش داریم، سه شعبه در گلویش گیر کرد آب فرات. دو قطره آب ندادی و شاهد شان را چقدر هرمله تغییر کرد آب فرات. دوباره آب رسید و دوباره شیر آمد، ولی چه سود کمی دیر کرد آب فرات، ولی چه سود کمی دیر کرد آب فرات. بمیریم براش بچه رو رو دست گرفت جلو چشم لشگر، یا غم لم ترحمونیم فرحمو هذا الطفل الردیم. هنوز حرف اربابمون تمام نشده بود، مقتل می نویسه و کانه یا رفرف و کت تیر المذبوح، مثل پرندهی که زبهش کردن رو دستای بابا، دست و پا می زدیم بچه، بچه را آروم کشید زیر عباب، هی دو قدم سمت لشکر، این لشکر داره هل هله می کنه، دو قدم سمت خیمه، کجا بره جواب مادرشو چی بده؟ آرام رفت پشت خیمه با صدای آرام، صدا زد اخی زینب، اخی زینب، اخی زینب، خواهر بیا کمک کن با همین بچه رو دفن کنیم، بمیریم براش. رفت پشت خیمه یه قبر کوچکن، بار الهام حسین از عشقی که ز تو منفکست می ترسد، قبرم و عجیب تاریکست، پسرم کوچکست می ترسد، روی این سر چگونه سنگ لحد مثل اهل قبور بگذارم. آه باید به جای گهواره پسرم را به گور بگذارم. آه ای قبر صورتش زخمی، آه ای قبر جسمش آزرده است، آه ای قبر تو مراقب باش تیر تازه به هنجرش خورده. محض تسکین مادرت به تنت، کاش می شد دوباره جان بدهم بازویم کوچک و نحیفت را، من چگونه تکان تکان بدهم. هق هق من دوباره می شکند این فضای غریب و ساکت را، با
با چه رویی بخوانم ای پسرم بر تن تو نماز میت را. وای اگر بغض تیر خورده من سر شکوه به گریه باز کند، جای دارد پس از نماز به تو یک نفر هم به من نماز کند. سنگ پرتاب کردند این قوم سوی آینه های سیغلیم، بار الهام خودتو شاهد باش، غیر خوبی ندیدم از علیم. خاک میریزم و نمیخواهم بزنم حرف های آخر را، وقت غسل و هنوت تو دیدم میدهی بوی شیر مادر را، میدهی بوی شیر مادر چقدر از رباب و چقدر از رقیه خجالت کشیدم، خجالت کشیدم تو را باسه شبه به من دوختند و چه دردی من از این اصابت کشیدم. پسرم علی جان تو چسبیده بودی بر این سینه، دیدی که این تیر را با چه زحمت کشیدم، چرا زحمت مبادا سرت روی دستم بماند. به دقت کشیدم، به دقت کشیدم، آخ برای گلوی تو یک بوسه بس بود، چقدر راه از این جراحت کشیدم. سپیدی دندان شیریت دیدم، سپیدی دندان شیریت دیدم، فقط تا در خیمه حضرت کشیدم، فقط تا در خیمه حضرت کشیدم. تو را خاک کردم برای نشانی، به دور مزارت کمی خط کشیدم، نشونی گذاشته بودم مادرت بیاد سر مزارت، ولی نیزه داری پس از من بگوید که یک بچه از زیر تربت کشیدم. زدند و بریدند و یک دم نگفتند که شش ماه برای تو زحمت کشیدم، که شش ماه برای تو زحمت کشیدم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا و با
خبر حال خفا. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.